حسودی چیست و چگونه از آن رهایی یابیم؟ حسودی یکی از احساسات انسانی می باشد. ممکن است همه ما در طول زندگی خود تجربه کرده باشیم. این احساس می تواند بر روابط و سلامت روانی ما تأثیر منفی بگذارد. در این ویدیو به تعریف حسودی، علل آن و راهکارهای رهایی از آن خواهیم پرداخت. حسودی یک احساس ناخوشایند و آزاردهنده است که وقتی فرد از داشتن چیزی که ما نداریم برخوردار است در ما ایجاد می شود. این احساس معمولاً با احساس کمبود، نارضایتی و رقابت همراه است. علل حسودی 1. احساس کمبود. وقتی احساس میکنیم چیزی در زندگی ما کم است و دیگران آن را دارند. 2. مقایسه های اجتماعی. مقایسه خود با دیگران و دیدن موفقیت ها و دستاورد های آنها. 3. خود ارزشی پایین. افرادی که اعتماد به نفس کمتری دارند بیشتر دچار حسادت می شوند. 4. محیط خانوادگی. تربیت در محیطی که مقایسه و رقابت در آن تشویق می شود. 5. فرهنگ و جامعه. جامعه ای که موفقیت های مادی و ظاهری را ارج می نهند. راهکارهای رهایی از حسودی. یک، شناخت و پذیرش احساسات. اولین گام در مدیریت حسودی شناخت و پذیرش آن است. قبول کنید که حسودی یک احساس انسانی است. دو، افزایش خود ارزشی. بر روی تقویت اعتماد به نفس و خود ارزشی کار کنید. تمرکز بر نقاط قوت و دستاوردهای خودتان میتواند کمک کننده باشد. تغییر زاویه دید. به جای مقایسه خود با دیگران بر روی مسیر پیشرفت شخصی خود تمرکز کنید. 4. تشویق و حمایت از دیگران. سعی کنید به موفقیت های دیگران به چشم یک انگیزه منبع الهام نگاه کنید و آنها را تشویق و حمایت کنید. 5. تمرین شکرگزاری. روزانه چیزهایی که دارید و برایشان شکرگزار هستید فکر کنید. این کار به شما کمک میکند تا بیشتر قدردان زندگی خود باشید. 6. تعیین اهداف شخصی. اهدافی برای خود تعیین کنید که بر اساس علاقه ها و ارزش های شما باشد، نه برای رقابت با دیگران.
مدیریت استرس، فعالیت‌های آرامش بخش مانند یوگا، مدیتیشن و یا پیاده روی می‌تواند به کاهش استرس و افسردگی کمک کند. 8. مشاوره. در صورت شدت یافتن حسودی و تأثیر آن بر زندگی روزمره، مشاوره با یک روانشناس یا یک مشاور می تواند مفید باشد. حسودی یک احساس طبیعی است، اما مهم است که بتوانیم آن را مدیریت کنیم تا بر زندگی و روابط ما تأثیر منفی نگذارد. با استفاده از راهکارهایی که در این ویدیو مطرح شد، می توانید به تدریج از حسودی رهایی یابید و زندگی آرامتری داشته باشید. از همراهی شما سپاسگزارم. امیدوارم همیشه شاد و موفق باشید. با امید دیدار در ویدیوهای بعدی.